سیاست‌های تحریمی و مانع تراشی آمریکا در انتقال کمک‌های انسانی و دارویی به ایران همچنان ادامه دارد. می‌خوام بدونم که حالا اقدامات حقوقی دولت و دستگاه سیاست خارجی ایران برای پایان دادن به تحریم‌ها چیه و همچنین پیام ایران برای کشورهایی که با توجه به تحریم‌های آمریکا به ایران کمک می‌کنه چیه؟ متشکرم. من اجازه می‌خوام از سوال محمد آقا این استفاده رو بکنم که اولاً این رو هم پاسخ بدم، ما کمک هیچ کشوری رو تا حالا رد نکردیم، کمک هیچ سازمان و نهاد بین المللی رو هم رد نکردیم و در مواقع لزوم خود ما جزء کمک کنندگان بودیم. این یک سنت در همه دنیا و ما به این احترام میگذاریم. بنابراین برخی شایعه بود که ما برخی نهادهای بین المللی رو، سازمانهای مردمی بین المللی رو پس زدیم، نه همچین صحت نداشت. متاسفانه می‌بینیم یک باره این رسانه‌هایی هم که همیشه همواره به هر بهانه‌ای مورد هجوم ما رو قرار میدن به مردم میگن اینها هم مثلا این کمک‌ها رو قبول نکردن. نه، این اتفاق اصلا نبوده، اینا همین الان باز من تصحیح می‌کنم. اما در مورد آمریکا، آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که تحریم‌ها تأثیری به دسترسی‌های ایران روی دارو نداشته. اما این ادعا کاملاً بی‌پایه و اساسه. به خاطر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا اصلا امکان مبادله بانکی وجود نداره. شما امکان مبادله بانکی رو جلوشو بستی، بعد میگی میتونی دارو ببرید. شما برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی ما نیاز به مبادله بانکی داریم، حتی با پول خودمون، نه با پول اعطایه جایی، حتی ما با پول خودمون نیازمند هستیم که بتونیم این انتقال رو انجام بدیم. خب به خاطر تحریم ها این امکان از ما سلب شده. وقتی مردم عادی و ایرانیان خارج از کشور نمیتونن حتی حساب های بانکی باز کنن و به اقوامشان مبلغی رو اگر بخوان بفرستن نمیتونن، این ادعا از سوی آمریکایی ها کاملا مضحک است. البته ما در وزارت امور خارجه در کنار کرونا یک ستاد فعال در وزارت امور خارجه هم تشکیل شد که کارهای مرزی ما رو دنبال کرد و علاوه کارهایی در همین جهت دنبال شد. در هفته های اخیر شخص آقای دکتر ظریف و همکارانشون تلاش گسترده ای رو برای افزایش همبستگی جامعه بین المللی و پاسخگو کردن آمریکا به خاطر این تروریسم دارویی انجام دادن که شامل نامه آقای ظریف دبیرکل و رایزنی با کشورهای مختلف و همچنین طرح موضوع همسو کردن در مجامع بین المللی برای فشار به آمریکا، اینها مجموعه اقداماتی بود که ما تا حالا دنبال کردیم. امروز آمریکا به اعتقاد ما از همیشه دروغگوییش اثبات شده تر هست و روشن شده که ادعای حمایت از مردم ایران یک ادعای واهی و بدخواهانه است. من فکر میکنم امروز کشورهای بیشتری در حال نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا هستند. این اتفاق بسیار خوبی است که کشورها وقتی این سیاست آمریکا را ببینن در سیاست‌های خودشون تجدید نظر کنن. ما از همه این کشورها سپاسگزاریم و از همه دولت‌ها دعوت می‌کنیم که با نادیده گرفتن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به تلاش مشترک برای غلبه بر چالش ویروس کرونا در سطح جهانی کمک بکنن. این مقابله نشون داده که مقابله با ویروس کرونا مرزهای جغرافیایی رو به رسمیت نمیشناسه. همه دنیا گویی در یک صف ایستاده این برای مبارزه با کرونا. آمریکا اگر بخشی از جهان رو برای مبارزه با کرونا میخواد محدود بکنه، این یک جنایت و جرم انسانی و اخلاقیه. اکنون کشورهایی که در حال مبارزه با کرونا هستن میتونن خط مقدم این مبارزه در نظر گرفته بشن. غلبه جهانی کرونا بدون اطمینان از پیگیری و پیروز شدن تمامی کشورها هم امکان پذیر نیست.